شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم طبق روال هفته های گذشته با بخش اخبار کوتاه ایران در هفته‌ای که گذشت. رئیس جمهور سابق کشور ما آقای خاتمی در دیدار با فرزندان موسوی گفت که از تهمت ها می گذریم، اما نگران ایرانیم. می توانیم از تهمت هایی که ما روا داشتن بگذریم، اما نگرانی از آینده ایران قابل چشم پوشی نیست. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان و همسرش، سه‌شنبه شب با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کردند. رئیس جمهور پیشین ایران در این دیدار چند ساعته پس از شنیدن گزارش حوادث هفته گذشته از زبان دختران موسوی و رهنورد، ضمن اظهار تأسف از برخوردهای صورت گرفته، از آنان دلجویی کرد. وی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این رفتارها متوقف و کارها با درایت و رعایت قانون و اخلاق در همه حال انجام شود. خاتمی حدود 2 ماه پیش برای دیدن دختران موسوی به منزل یکی از آنها رفته بود. وی همچنین پس از آن که ماموران دادستانی هفته پیش منزل زهرا و نرگس موسوی را بازرسی کرده و آنها را برای بازجویی با خود برده بودند، با آنها تلفنی گفتگو و از آنها دلجویی کرده بود. افزایش مهاجرت زنان تحصیل کرده از کشور. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت نخست وزیر کشور کانادا مدعی است 25 سال است که کشورش را از طریق نخبگان مهاجر ایرانی به پیشرفت رسانده است. اشرف بروجردی افزود در 80 روز اول سال 91 بیش از 1000 جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند که عمدتاً 22 ساله هستند و با هزینه شخصی دست به مهاجرت زدند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، در سال 2009 ایران بین 91 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته رتبه اول را در مهاجرت نخبگان داراست و بر اساس همین گزارش سالانه 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده برای خروج از کشور اقدام می‌کنند. به عنوان مثال 14 هزار دانشجوی ایرانی در کشور مالزی در حال حاضر تحصیل می‌کنند. پاسخ احمد حکیمی پور به اظهارات فرماندار تهران. وی در خصوص اظهارات اخیر فرماندار تهران مبنی بر اینکه کنگره اصلاح طلبان به دلیل عدم مواجه با استقبال عمومی لغو شده خاطر نشان ساخت، به این کنگره مجوز بدهن بعد ببینن که آیا استقبال می‌شود یا نه. وی ادامه داد ایشان در جریان جلسات شورای هماهنگی اصلاحات و نمایندگان وزارت کشور نیستند. بهتر است سوال کنم و ببینم چرا این اتفاق افتاده است. حکیمی پور ضمن اشاره به چرایی طرح این اظهارات تصریح کرد. طرح چنین ادعایی به این دلیل است که افراد می‌خواهند از مسئولیت قانونی خود که دادن مجوز و تأمین امنیت است شانه خالی کنند. اما به نظر من مجوز بدهم بعد ببینم که استقبال می‌شود یا نه. وی در پایان افزود فرماندار تهران بهتر است از مسئولان سوال کنند که جزئیات چیست تا بدانند اشکال از اصلاح طلبان است یا خیر. اما احمدی نژاد گفته که به زودی وضعیت دگرگون خواهد شد. خس و خاشاک های جدید به دست امام زمان برطرف می شود. احمدی نژاد که زندگی در سایه ولایت فقیه را تمرینی برای زندگی در سایه امام زمان می داند، گفته است که به زودی وضعیت دگرگون خواهد شد. در همین حال وی بار دیگر از واژه خس و خاشاک استفاده کرد. وی گفته است بشریت در حال ورود به دوران جدیدی است. شیاطین بیهوده آب در هاون می کوبند
و به مانند خس خاشاکی هستند که می‌خواهند در مسیر نورانی ملت‌ها مانع ایجاد کنند. اما این موانع به فضل الهی به دست فرزند امام حسن عسکری برطرف شده و عشق و محبت در جهان گسترش خواهد یافت. وی توضیح بیشتری درباره دگرگونی وضعیت نداده است، اما باز هم تکرار کرده که صبر کنید که بهار نزدیک است. اما وزیر ارشاد گفته که شمقدری را ول کنید. پس از آنکه شمقدری ادعا کرد که برای اسکار اصغر فرهادی لابی کرده است، وزیر ارشاد میگوید شمقدری را ول کنید. وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر شمقدری مبنی بر لابی دولت و وزارت ارشاد برای گرفتن جایزه اسکار برای جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی گفت شمقدری را ول کنید. شمقدری ادعا کرده بود در فرایند اسکار فیلمی انتخاب شد، رفت حمایت شد، برنامه ریزی شد، اما بعضی ها منکر هستن و میگویند برنامه ریزی شده نبوده، تصادفی بود. آنها ممکن است خلقت و هستی را هم تصادف بدانند. البته آنها در خیالات خودشان سیر میکنند. بیایند ببینند در کجا میتوان در راستای خلقت تصادفی کار کرد و به جایی رسید. ممکن است بر حسب تصادف به نتایج اولیه برسید، اما یک قله را هدف گرفتن و به آنجا رسیدن هیچ وقت بر حسب تصادف اتفاق نمی افتد. ما طراحی کردیم و حتی لابیگری کردیم تا این اتفاق بیفتد و برای همه ایرانیان مهم بود که یک فیلم ایرانی اسکار بگیرد. فیلمساز برای ما مهم نبود، بلکه مهم این بود که فیلم از سینمای ایران جایزه بگیرد. اما قطع ناگهانی پخش زنده مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد. صدا و سیما در اقدامی بی سابقه مصاحبه زنده تلویزیونی احمدی نژاد را قطع کرد، اقدامی که سایت وابسته به روزنامه دولت آن را به شعب برانگیز توصیف کرد و کار مخالفان رئیس جمهور دانست. شبکه یک سیما ساعتی پس از این اقدام غیر منتظره ادامه مصاحبه احمدی نژاد را به صورت غیر زنده پخش کرد. مصاحبه تلویزیونی شنبه شب احمدی نژاد که با هدف اعلام پرداخت ایدانه 85 و 100 هزار تومانی دولت به بخشی از مردم و همزمان اعمال فشار بر مجلس برای تن دادن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها صورت گرفت. پس از حدود یک ساعت پخش زنده ناگهان قطع شد و در توجیه آن صدا و سیما در زیرنویس اعلام کرد که ادامه مصاحبه بعد از پخش یک سریال انجام خواهد شد. اما واکنش صدا سیما به پیامک اعتراضی احمدی نژاد از دولت بعید است، عدم پخش مستقیم با هماهنگی بود. پس از آنکه دفتر احمدی نژاد پیامکی در اعتراض به قطع گفتگوی تلویزیونی رئیس دولت فرستاد، صدا و سیما مدعی شد که حوزه اطلاع رسانی ریاست جمهوری از ابتدا در جریان بوده. سامانه پیامکی اطلاع رسانی دولت در پیامکی که در ساعت 23 و 18 دقیقه برای مخاطبان خود ارسال کرد و نسبت به قطع پخش تلویزیونی گفتگوی رئیس دولت با رسانه‌ها و پخش موسیقی و سریال به جای آن انتقاد کرد، متن پیامک یاد شده به این شهر است: صدا و سیما در اقدام غیر منتظره پخش زنده گفتگوی رادیوی تلویزیونی رئیس جمهور را به بهانه پخش آگهی سریال و موسیقی قطع کرد. اما طرح نمایندگان مجلس برای بازگشت سیستم کوپنی به کشور. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یکشنبه پارلمان کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس با 144 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 33 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر در جلسه کلیات این طرح را مصوب کردند. در صورت تصویب نهایی طرح مذکور به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی، دولت موظف می‌شود در مقاطع 3 ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. اما مشاور آقای خامنه‌ای گفته که اگر ایران پای سوریه نمی‌ایستاد بشار اسد سقوط می‌کرد. جنگ شیوه بسیجی را به آنها یاد دادیم. پس از آنکه مهدی طایب گفته بود که ارتش سوریه با الهام و آموزش ایران توانست برای اداره جنگ‌های شهری بسیج را سازمان دهد، مشاور آقای خامنه‌ای نیز می‌گوید که ایران به آنها راه حفظ کردن خود را آموخت و مدل جنگ‌های بسیجی را به آنها نشان داد.